در ششمین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو در ایران به مانع دیگری خواهیم پرداخت. مانع چهارم، مانع گذارهای ناگزیر. مقصود از گذار یعنی انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر. جامعه ما چنین وضعیت انتقالی رو در حوزه‌های مختلفی داره از سر می‌گذرونه، مثل بسیاری از جوامع در حال تحول کنونی. اما این گذارها یا این انتقالها از وضعیت قبلی به وضعیت بعدی اغلب ناگزیر و بعضا ناخواسته هستند. به همین دلیل من دارم از یک وضعیت اجتناب ناپذیر حرف میزنم و این گذارها رو با توصیف ناگزیر ازش یاد میکنم. اما ببینیم خود این گذارها چه چیزها هستند و چه بر سر جامعه ما میارن و چه بر سر گفتگو در جامعه ما میارن. اولین گذار نام آشنایی داره، گذار از سنت به مدرنیته، یعنی این انتقال بیش از یک سدهی جامعه ما از وضعیت سنتی به وضعیت شبه مدرن و مدرن که هنوز هم پایان نگرفته و ما کماکان در این دوره انتقالی به سر میبریم. گذار دیگر عبارت است از گذار از عصر ارتباطات شفاهی به عصر ارتباطات الکترونیک، و گذار سوم عبارت است از گذر از جامعه آرام به عصر اطلاعات. این سه گذار پیامدهای زیادی برای زندگی اجتماعی در جامعه های مختلف از جمله جامعه ما به بار آوردند و به بار خواهند آورد. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا روش متمرکز بشم تنها برای این هست که ببینیم این سه گذار متفاوت چه بر سر موقعیت گفتگو در یک جامعه میارن و چگونه ممکنه تفاهم و مذاکره رو با سختی و دشواری روبرو کنن، یعنی اون دو نوع گفتگویی که ما به دنبالش هستیم، تفاهم و توافق. بپردازیم به اولین گذار، گذار از سنت به مدرنیته. گذار از سنت به جامعه مدرن با خودش پیامدهایی داره و از مهمترین اون پیامدها چیزی است که تحت عنوان بحران هویت ازش یاد میشه. این بحران به ویژه برای کشورهایی که سابقه فرهنگی و تاریخی دارن و گذشته بر دوش اونها سنگینی میکنه جدیتر مطرح میشه، چون اونها رو ناگزیر میکنه که در برابر گذشته خودشون و وضعیتی که در آینده باهاش روبرو هستن تصمیم بگیرن و بگن که بالاخره در چنین موقعیتی کی هستند. کی بودن و صحبت از کیستی و پرسش از این که ما کیستیم سوال است از هویت، و وقتی پاسخ روشنی برای هویت وجود نداشته باشه و بین چند عنصر دائما جنگ و ستیز و نبرد باشه، ما دچار و دستخوش بحران هویت میشیم. جامعه ما سالیانی است این بحران هویت رو با خودش حمل میکنه و این بحران هویت با خودش توابع و پیامدهای بسیاری برای جامعه ما به بار آورده. از سه هویت اصلی در جامعه ما که دائما در طول بیش از یک سده در حال نبرد و درگیری و رقابت و زورآزمایی بودن، اگر بخوایم حرف بزنیم، سه هویت ایرانی، اسلامی و غربی است. این سه هویت در حال نبرد بودن در طول همه این سالها با هم دیگه. با پیروزی انقلاب سال 57 عملاً اون نوع از هویت اسلامی که در حال نبرد و رقابت با دو هویت دیگه بود پیروز شد و در سالهای اخیر دوباره نوعی بازگشت به هویت ایرانی حتی در قالب اون هویت اسلامی و همینطور نوعی پشت کرد به هویت اسلامی و روی کرد به هویت غربی دیده میشه. این نبرد همچنان ادامه داره. اما مسئله مهم برای ما این هست که این نوع از نبرد و مخاصمه یک نوع انشقاق اجتماعی هم ایجاد میکنه، یعنی بین گروه‌های اجتماعی آنچنان افتراقی ایجاد می‌کنه بر مبنای هویت‌هایی که باید ازش دفاع کرد و این هویت‌ها جنبه بسیار بنیادی می‌گیره برای افراد که حاضر نیستن ازش دست بردارن. بنابراین راه رو برای فهمیدن دیگری، فهمیدن کسی که از هویت دیگری دفاع می‌کنه، سخت می‌کنه، خصوصاً که اگر حاملان این هویت‌های مختلف از زبان و بیانی استفاده کنن که راه گفتگو رو می‌بنده، راه مفاهمه رو می‌بنده، به این معنی که دیگران رو اساساً در حد گفتگو فرض نکنن، نیازی به فهمیدنشون نداشته باشن و فکر کنن که با قدرت اونها رو میتونن از صحنه تاریخ جارو کنن. این اتفاقی است که در مورد هر سه هویت
رخ داده، وقتی گفتگوها رو حلاجی میکنیم و تحلیل میکنیم و واکاوی میکنیم، میبینیم که در درون اونها عناصری از خصومت و خشونت وجود داره. یعنی به جای اینکه برای هویت دیگر ارزشی همتراز قائل بشن برای گفتگو کردن و فهمیدن، اون رو انکار میکنن و در تلاشن برای کسب قدرت، برای خارج کردن اون از صحنه جامعه و تاریخ. در چنین حالتی نه تنها مفاهمه صورت نمیگیره، یعنی نیاز به فهمیدن دیگری، بلکه توافق هم اساسا ممکن نیست، بنابراین مذاکره هم در کار نیست. به این ترتیب میبینیم که این سه هویت که ناشی از وضعیت بحرانی هویت در دوره گذار از سنت به مدرنیته است، چگونه ممکن خودش به مانعی برای گفتگو تبدیل شده باشه. گذار دیگری که ما در جامعه خودمون باش روبرو هستیم، گذار است از عصر ارتباطات شفاهی به عصر ارتباطات الکترونیک. احتمالاً نام مارشال مکلوهان رو شنیدید، کسی که نظریه پرداز ارتباطه. بعضی از کلمه هایی که او اختراع کرد مثل دهکده جهانی یا رسانه های سرد امروزه به کرات به کار میره و بسیاری از افراد با این اصطلاحات آشنا هستند. او سه دوره متفاوت برای گذارهای ارتباطی در جهان فرض میکنه. یک دوره که در واقع ارتباطات مبتنی است بر رابطه های شفاهی و شخصی، و بعد ما به دوره میرسیم که تکنولوژی چاپ رو برمبان میاره که اون رو تحت عنوان کهکشان یا عصر گوتنبرگ ازش یاد میکنه، دورانی که ما با نوشته، کتاب و در دیرتر از اون با مطبوعات روبرو هستیم، و بعد با اختراع رادیو توسط مارکونی ما وارد عصر ارتباطات الکترونیکی میشیم که تا امروز ادامه داره. این سه وضعیت ارتباطی متفاوت در جامعه ما سرنوشتی متفاوت داشتن، به این معنی که اگر جامعه های غربی رو بکاویم میبینیم که در فاصله دوران ارتباطات شفاهی و ارتباطات الکترونیک ما یه دوره بسیار طولانی از ارتباطات چاپی داریم، ارتباطات مبتنی بر نوشتن و انتقال از طریق نوشته، انتقال فکر از طریق نوشته. و ما میدونیم که بنا به همون حرف خود مکلوهان که رسانه پیام است، رسانه ویژگی هایی به پیام میده که اساسا خودش رو جای پیام میگذاره. به این ترتیب وقتی شما در جهانی زندگی میکنید که جهان عصر شفاهی است، جهان ارتباطات شفاهی است، و یک باره و بدون اینکه سنت نوشتن رو، سنت انتشار از طریق خوندن و چاپ کردن رو به قدر کافی باهاش سر و کار داشته باشید، طی کرده باشید و یک باره پرتاب بشید به عصر جهان الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی، اون وقت میبینید که اون نوع از خصوصیاتی که مستلزم خوندن و نوشتن هست در آدم پرورده نمیشه. یکی از اونها پا گرفتن و رشد خرد گفتگوییست، رشد منطق گفتگوست که از طریق نوشتن بیشتر حاصل میشه تا شنیدن و دیدن، چون در نوشتن قدرت خرد بیشتر ممکنه نمایانگر بشه تا در دیدن و شنیدن که ممکنه هیجانات و عواطف و احساسات بیشتر درش نقش داشته باشه. ما اون دوره عصر ارتباطات چاپی رو به خوبی طی نکردیم، بنابراین از یک فرهنگ شفاهی سنتی به فرهنگ شفاهی مدرن منتقل شدیم، یعنی فرهنگ رسانه‌های دیداری و شنیداری که در اونها حرف زدن و شنیدن و دیدن اهمیت داره. منتها اگر در عصر رسانه‌های شفاهی این کار مبتنی بر روابط رو در رو و چهره به چهره بود، امروز تبدیل شده به رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی. به این ترتیب اون نوع از مهارت‌های گفتگویی که مستلزم خوندن و نوشتن و تأمل کردن و تعقل ورزیدن و پرورش خرد گفتگو و منطق گفتگوست در جامعه ما به قدر کافی شکل نگرفته. این گذار هم یک گذار ناگزیره، یعنی ما بدون اینکه بخوایم به خاطر تحولات تکنولوژی که در غرب رخ داد، ما یک باره و بدون اینکه مجال کافی داشته باشیم در عصر گوتنبرگ بمونیم، وارد عصر یا کهکشان مارکونی شدیم. این هم بر گفتگو در جامعه ما تأثیر منفی گذاشته. گذار سوم گذاری است که ما از جهان آرام پیش از انقلاب‌ها و انفجارهای اخیر داشتیم. وقتی از انقلاب‌ها و انفجارها صحبت می‌کنیم، منظورم انفجار بمب‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی نیست، بلکه انفجار اطلاعات هست و انقلاب ارتباطات. در همین عصر
مارکونی یا کهکشان مارکونی، ما فقط با پدیده رادیو یا تلویزیون روبرو نیستیم. میدونیم تلویزیون خودش به قدر کافی جهان ما رو دگرگون کرد، حتی شکل زندگی خانوادگی ما رو تغییر داد، مرکز توجه ها رو در خانواده عوض کرد، چینش دکور خونه ها رو عوض کرد. امروزه کامپیوتر و لپتاپ داره این کار رو میکنه. اگر یه زمانی مرکز خونه بزرگ خونه بود یا کرسی بود و آرایش فضایی خونه جور دیگری بود، تلویزیون شد به مرور مرکز خانه و همه اساس مطابق تلویزیون چیده شد. و امروز با متفرق شدن آدم‌ها و رفتنشون روی لپتاپ، باز همین چینش داره به هم میخوره، چون تلویزیون دیگه داره اون نقش اصلی رو از دست میده. این یک نوع انقلاب ارتباطی است و همونطور که انقلاب همه چیز رو دگرگون میکنه، این هم میتونه همه چیز رو دگرگون کنه. این انقلاب ارتباطی همراه شده با انفجار اطلاعات، یعنی حجم عظیمی از اطلاعات که هر روز تولید و ضمناً منتشر میشه. اما ببینیم این وضعیت انقلابی و ارتباطی چه بر سر گفتگو میارن. اگر در عصر پیش از انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات به سر برده باشیم، میدونیم که در اون دوره ما اغلب با رسانه‌های محدودی روبرو بودیم. بنابراین فردا اغلب آدم‌هایی که می‌رفتن سر کار می‌دونستان که دیشب در فلان کانال محدود تلویزیونی چه سریالی نمایش داده شده و بسیاری داشتن درباره اون حرف می‌زدن. اما اگر این تعداد این کانال‌ها به 2 3 5 10 12 تا برسه، خب آدم‌ها کانال‌های مختلفی رو نگاه می‌کنن و بنابراین میزان اشتراک موضوعاتی که اونا می‌تونن با هم به بحث بگذارن کاهش پیدا می‌کنه. و حالا تصور بکنید نه تنها شما تعداد زیادی کانال در داخل یک کشور دارید، بلکه حالا ما در کشور خودمون البته شبکه‌های کابلی نداریم، ولی شبکه‌های ماهواره‌ای داریم و تعداد زیادی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای الان در ایران قابل دسترس هستند. بنابراین آدم‌ها دارن چیزهای بسیار متفاوتی رو می‌بینن. اگر کسی خونش نشسته و داره از تلویزیون سراسری نوحه رو نگاه می‌کنه، یک کسی ممکنه در جای دیگری داره فیلم پورنو نگاه می‌کنه، یک کسی داره یه سریال خارجی نگاه می‌کنه، یک کسی داره فوتبال نگاه می‌کنه و فردا و پس فردا و فرداهای دیگه اینا چندان حرف مشترکی برای گفتن ندارن. دیگه گذشت اون دوره‌ای که رسانه‌ها محدود بودن و اطلاعات هم محدود و همه می‌دونستان که درباره چه چیزهایی در جامعهشون می‌تونن با هم حرف بزنن. این هم بر گفتگو در جامعه ما تأثیر منفی گذاشته.